به نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. خدمت همه شما سروران گرامی، همراهان همیشگی برنامه های فرهنگی آکادمی مولانا، عرض ادب و احترام دارم. همانطوری که عزیزان استحضار دارن، موضوع گفتگوی ما منازل عرفان و مقامات عارفان از منظر شیخ الرئیس حکیم ابو علی سیناست. در نوبت‌های گذشته اشاره کردیم که با توجه به اثر ارزنده اشارات و تنبیهات ابن سینا در مقدمه مقامات عارفان، ابن سینا به تفکیک مکتب زهد، مکتب عبادت و مکتب عرفان می‌پردازد. بحثی که ما در دو هفته گذشته آغاز کردیم اختصاص داشت به مؤلفه های زهد به عنوان یک تمرین و مراقبه ای که فرد سالک، یعنی فردی که میخواهد در مدرسه عرفان، در مکتب عرفان زانو بزند، باید این مراقبات، این توجهات و این تمرین ها را به تدریج در زندگی خود به کار بگیرد تا طلب او محقق شود. خب ما عزیزان استحضار دارم که وقتی که در مورد زهد سخن گفتیم، گفتیم که این زهد ابتداءً با یک نوع تخلیه، با یک نوع اعراض، با یک نوع مبارزه و ترک آغاز می شود. یعنی به اصطلاح عرفا مکانیزم لا کردن، لا به معنای نفی است و شعار توحید با لا آغاز می شود. لا الهه، یعنی اصلا حرکت توحیدی، عرفان توحیدی، توحید اجلالی، نه توحید شنیدنی و توحید استدلالی، توحید اجلالی که انسان بتواند چهره ایمان را ببیند. گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوس. این امنیت از یک سلسله نفیها و اعراضها آغاز میشه. اعراض و نفی نسبت به عوامل ضد تکامل، پشت سر او تجهیز عوامل تکامل. این اعراض و ترک همون لا هست، لا کردن، نفی کردن هر گونه الهی که بتواند وجود مرا از اون مقام احسن تقویم به اون حزیز اسفل سافلین سقوط بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. در این سوره خداوند قسم یاد می کند، سوگند به انجیر و زیتون، یعنی به اون بعد جسمی انسان توجه می کند. انسان باید انجیر بخورد و زیتون، از سفره طبیعت باید بهره‌مند بشود. اما انسان یک بعد دیگر و یک حقیقت دیگری دارد، باید بهره‌مند شود غیر از این انجیر و زیتون. و طور سینین و هذا البلد الامین، خداوند اشاره می کند به کوه سینا و این بلد امین، یعنی مکه‌ای که مرکز وحیه و این وحی هم قضای دوم انسان است. بعد می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در یک احسن تقویم، یعنی بهترین شکلی که تعادل و تناسب رو در انسان شما مشاهده کنید، ما او رو آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. اما این انسان هبوط کرد، تنزل کرد به یه مرتبه ای به نام اسفل سافلین. این مرتبه همین مرتبه دانیست، یعنی مرتبه ای که از اون موهبتی که به من عطا شده پایین تره، یعنی مرتبه ای که ارزش من نیست. اونجایی که من به این ارزش بسته میشم، به یک الهی بسته شدم که در اثر عبودیت این اله من نمیتونم آرامش داشته باشم، نمیتونم
پرواز داشته باشم، نمیتونم فضاداری بکنم، انشراح صدر ندارم، سعه صدر ندارم، قلب نورانی ندارم، زندگی مناسب ندارم. حالا این حرکتی که در عرفان بحث میشه از یک لا آغاز میشه که ما میگیم لا اله الا الله. عزیزان اگر استحضار داشته باشن، در نوبت گذشته ما و در نوبت‌های گذشته در دو جلسه من در مورد این لا و اعراض سخن میگفتم. ابتدا من در بیان عرفا اشاره کردم عزیزان به 10 مقوله ترک و اعراض و لا کردن. اینها رو خدمتون بحث میکردم. اولین مقوله‌ای که اشاره کردم نسبت به زندگی عاجل با عین، یعنی نسبت به دنیا و مظاهر دنیا من بستگی پیدا بکنم. این مقوله اول گفته می شود ترک زندگی عاجل با عین و طلب زندگی عاجل با عرف. ببینید در برابر هر ترکی یک طلبی هست، این رو قبلا هم من گفتم، فقط برای اینکه شما حضور ذهن پیدا کنید در درس امشب این رو تکرار میکنم. ترک زندگی عاجل با عین یعنی من قانون رهایش و رهایی رو از ثروت، قدرت، شهرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی پیدا بکنم. این ترک اول. دوم مقوله ترک هوای نفس، یعنی همون خود کاذب و خود دروغین و شخصیت ساختگی در وجود شما که مرتب شما رو امر می کند و هوای او شما رو می گیرد. ترک هوای نفس، طلب صفای دل که مادر بت‌ها، بت نفس شماست. مقوله سوم انسان ترک بکند صحبت ناجنس را، همنشینی با نادانان و ناجنسان را و طلب بکند خلوت را و عزلت را برای اینکه بتونه خودش رو تماشا کنه و برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده. چهارم یک ترکی هست، ترک چهارم مقوله ترک سخن ناسواب، ترک هذیان، ترک دروغ، ترک تمسخر و ترک سخن بیهوده و حرز و مفت و در برابر طلب سکوت برای رسیدن به معارف ربان. مقوله پنجم ترک خواب زیاد در برابر طلب بیداری، حالا هم خواب، خواب ظاهری و هم خواب باطنی. ششم مقوله ترک خوردن فضولی، یعنی زیادی خوردن، یعنی کنترل نسبت به این بعد جسمانی داشتن، نگاه به غذا کردن و در نتیجه طلب غذای روحانی. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. هفتم ترک راحتی، یعنی ترک روزمرگی، ترک فراغت، ترک از دست دادن فرصت ها و به دنبال اون طلب خالقیت و بلا و صبوری. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. هشتم ترک بکند، اعراض بکند از تقلید، مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بران تقلید باد. و طلب تحقیق، این که من وجودم متحقق بشه به این امر، نه اینکه تقلیدی من یک اعمالی رو انجام بدم. و نهم ترک ناز، ترک این که من در ابهت و کبریایی فرعونی ناز بفروشم و در برابر طلب دردمندی و نیاز. و دهم مقوله دهم ترک شهرت، عزت‌های مجازی، طلب فقر و گمنامی. نگاه کنید این درسی که از ابن سینا ما آغاز کردیم، این توضیحات رو من اضافه کردم به مباحثی که ابن سینا مطرح می‌کند. وقتی که شیخ الرئیس میگوید که اعراض باید داشته باشی، ما باید بدونیم از چه مقوله‌ای باید اعراض داشته باشیم. اینجا بود که ما اون مقوله اول رو خدمتتون گفتگو کردیم، مسئله دنیا. اما مقوله دوم که از هفته قبل من آغاز کردم، مسئله است به نام نفس یا به نام شخصیت کاذب و اون مرتبه ای از وجود انسان که حالت اماره و امر کننده پیدا میکنه. این مجاهدت با نفس و مبارزه با نفس بسیار تأکید شده. یعنی واقعا اگر یک کسی بخواد بازی بده خودشو، بگه من عرفان میدونم، بگه من مولانا میدونم، بگه من عطار رو میفهمم، اما این بازیه، فقط فهمیدن و دانستن و شعرها رو بیان کردن و این تبیین هایی که ما میکنیم، اینا همه بازیست. اما اونی که حقیقت هست این است که انسان
در این شریعت و طریقت و حقیقت اگر بخواد به اون حقیقت برسه باید از همین اعراض مخصوصا از این نفس خود آغاز بکنه و انقدر این مجاهدت با نفس اهمیت داره که از او تعبیر کردن به جهاد اکبر، حتی جهاد بالاتر از اکبر هم ما داریم، یعنی گفتن ما یه جهاد اصغر داریم، اونجایی که شما با دشمن خودتون، دشمن جامعتون می جنگید، مبارزه می کنید، دشمنی میخواد به شما متعرض بشه، شما در برابر او از خودتون دفاع می کنید و با او مبارزه می کنید، دشمن شما مشخص است، اینو بهش میگن جهاد اصغر. اما عرفا معتقد هستن به یک جهاد وسط به نام جهاد اوسط، اونجایی است که این، حالا این جهاد اوسط رو گاهی بهش میگن جهاد اکبر. این جهاد اکبر یعنی جهاد با خود، یعنی من با خودم چالش کنم، خودم رو بتونم نفی بکنم، خودم رو بتونم بگذارم کنار. این خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه من از خودم نمیتونم فرار بکنم. تمرین فرار کردن از خود، تمرین اعراض از خود، تمرین ترک خود، این خیلی مهمه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و دوم این که وقتی من میخوام با خودم مبارزه بکنم در اون جهاد اصغر همه منو میبینن، انسان ها هم که دنبال شیرینکاری هستن، بنابراین وقتی که من دارم با دشمن میجنگم همه منو دارن نگاه میکنن. اما در این مبارزه درونی که من میخوام در خلوت خودم خودم رو محکوم کنم، کسی منو نمیبینه، بنابراین شیرینکاری وجود نداره، اینی که ما شوق به این نداریم. در مورد خطرناک بودن این مسئله و این سخت بودن این مسئله من در آینده صحبت میکنم. و بعد گفتن یه جهاد بالاتر از اون جهاد اوسط است، بهش گفتن جهاد اکبر. اون جهاد بین قلب است و عقل است، جهاد بین کشف است و کشک است، جهاد بین رسیدن است و دیدن است و شنیدن است. اینها رو در جای خودش باید بحث بکنیم. اما در مورد این نفس، این نفس انسان که توضیحشو دادم آفاتی داره، بلاهایی داره، این بلاهای نفس و بنده در مقولات متعدد داشتم بحث میکردم و اشاره کردم به جایگاه و اهمیت نفس در آموزه های عرفانی. خیلی اهمیت میدن به نفس، در قرآن هم همینطور. اشاره کردیم به اون آفات نفس. اولین آفتی که من خدمتون هفته قبل گفتم هوا بود، که به معنای پایین آمدن است، که هوای قلب، هوای نفس، هوای روح رو بحث کردیم. دومین آفتی که این نفس دارد مسئله جهلی است که وجود ما را میگیرد، و این جهل اون شب تاریکی است که خداوند میگه از شر اون به من پناه ببرید. میدونید که دو تا سوره است در آخر قرآن به نام سوره های معوذتین، یعنی هر دو تا سوره با قول اعوذ آغاز میشه و خداوند میگه بیایید به من پناه بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به اون رب فلق. فلق یعنی شکاف، شکافی که در تاریکی ایجاد می شود و فلق دمیده می شود، و این انسانی که می خواد در این تاریکی وجودش و تاریکی نفسش و شکافی که ایجاد بشه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، از شر شب چون در آید. اون سیاهی مطلق شب رو بهش میگن غاسق، غسقه. حالا چرا خداوند میگه از شب به من پناه ببرید؟ مگه شب بده؟ شب انسان آرامش پیدا میکنه، شب انسان مناجات میکنه، شب انسان ارتباط با خدا به، اصلا شب یکی از پدیده های خلقته. این شبی که در اینجا گفته میشود یعنی شب جهل انسان ها، انسان هایی که دچار جهل میشن، خصوصا جهلی که مقدس باشد. جهل مقدس چیه؟ جهل مقدس اون جهلی است که با خرافات توامه و توجیه دینی میشه، یعنی دینها و متدینها میان دفاع میکنن از این جهل، اون جهل مقدس است. و چقدر روی این جهل تاکید شده است. من خدمت شما یک نکته ای رو بگم و اون نکته این استش که در اصطلاح عرفا یک واژه‌ای ما داریم، یعنی یک مفهومی که در عرفان خیلی قویه. این مفهوم، اون مفهوم اسمش مفهوم ولایته. ولایتی که عرفا میگن ولایت باطنیه، ولایت وجودیه، ولایت عرفانیه. منظور ولایت سیاسی نیست که مثلا بگم ولایت فقیه، نه، اینها رو من قبلا هم گفتم. ولایت وقتی که گفته میشه، ولایت ولی یعنی نزدیکی و قرب،
وقتی من ولی شما هستم یعنی به شما خیلی نزدیکم، نزدیکی که هیچ گونه حائلی بین من و شما نباشد، ما نسبت به همدیگر ولایت داریم. ولایت یک نوع کششی است که اتحادی است که بین این عاشق و معشوق برقرار می شود. بنابراین وقتی عرفا میگن ولی الله، یعنی کسی که به اون حقیقت اینقدر نزدیک شده اتحاد با اون حقیقت پیدا کرده است، یعنی شده مظهر رحمان، مظهر ستار، مظهر غفران، مظهر همه صفات حق، مظهر اونها شده. یعنی وقتی من میگم رحمان، زمانی من ذاکر به این رحمان هستم، ذکر که خودم بشم رحمان، خودم مظهر اون اسم میشم، مثل محیی که حضرت عیسی محیی است، حیات میدهد، یا کسی که مظهر اسم یا رازق میشود. این اسما خیلی قابل توجه که همه وقتی که در وجود انسان درخشش پیدا کرد، اون انسان به مقام ولایت رسید. حالا توجه کن، جوهر ولایت یک مثلث، یعنی زمانی من به این ولایت میرسم که سه تا مثلث در وجود من باشه. یکی این مثلث ها، یکی علم است، یعنی آگاهی، من آگاه باشم. هر مقدار انسان آگاه تر فر بهتر، صاحب نبع بشم، صاحب خبر بشم. خوب توجه کنید. پس مثلث اول در این ولایت عرفانی عبارت است از علم و آگاهی. ضلع اول، معذرت میخوام، ضلع دوم عبارت است از عقل و عقلانیت، عقلی که نور حضرت حق است، نور پیامبر است. عقل، اون عقلی که به صورت یک نور مرا هدایت میکند. آگاهی در برابر، در کنار عقلانیت. و جلسه قبلم عرض کردم عقلانیت چه معنایی دارد. حالا در مورد عقلانیت بحث نمی کنم. پس این مثلث یکیش آگاهی، یکیش عقل است که در تمام ادبیات عرفانی و قرآنی بر این تاکید شده. هیچ وقت عرفا مخالف با عقل نیستن، مولانا مخالف با عقل نیست، ابن سینا مخالف با عقل نیست، حکما مخالف با عقل نیستن، عرفا مخالف با عقل نیستن. عقلی که گفته می شود عقل جزئی و عقل تاجر پیش است که اینا مخالفت با اون عقلی که به هوا آلوده شده است. خب سومین ضلع این مثلث عشق است، و شوقی که در وجود این عاشق است، اون عشقی که در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حالا شما توجه بفرمایید، این ولایت یک مثلثی است از سه ضلع: علم و آگاهی، عقل و عقلانیت، و محبت و عشق. دشمن این مثلث، یعنی اونی که میاد و این ولایت دیگه وجود نداره، عبارت هست از جهل انسان، و این جهلی که مبدع ظلم میشود. از این جهت جهل را دو قسمت کردیم: جهل در برابر علم، جهل در برابر عقل. جلسه قبل گفتم این رو، یه وقتی هست که من جاهلم، نمیدونم، و این جهل در برابر علم. الان بنده زبان اسپانیایی نمیدونم، جاهلم، جهل دارم نسبت به این زبان. بنده در رشته شیمی جاهلم، جهل دارم نسبت به این رشته. اما یک جهلی داریم در برابر عقل، یعنی من میدانم، علارغم این که میدانم، نفسم دفاع میکنه از در برابر اون چه که میدانم، من برخلاف اون چه که میدانم عمل میکنه. از این جهت اکثر ما، یعنی کسایی که تازه میخوان شروع کنن، بین اون معرفتشون و بین عملشون فاصله است. ما از نظر اخلاقی بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقیمون فاصله است. یعنی ما معرفت داریم به اینی که آقا نباید دیگران رو قضاوت بکنم، ولی مرتب دارم قضاوت میکنم، مرتب دارم حکم میکنم به خوبی و بدی دیگران. من میدونم که نباید غیبت بکنم، و میدونم که نباید دروغ بگم، ولی بین این معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی من فاصله است. اون جهله. توجه فرمایید، یک آیه از قرآن من اینجا استناد کردم به یک آیه از قرآن در سوره احزاب آیه 72. این آیه رو میگن آیت الامانه. بعضی از آیات قرآن به خاطر ویژگی خاصی که دارن به نامهای مختلف در بین مردم معروف شدن، مثلا آیت الولایه، آیت الکرسی، آیت النور، الله نور السماوات والارض، آیت المباهله، آیات مختلفی که در قرآن وجود داره. این آیه آیت الامانه است. خداوند میفرماید انا، به درستی که ما، یعنی در یک ابهت و عظمت خداوند داره این بیان رو
مطرح میکنه، ارزنا ما عرضه کردیم الامانت، امانت بزرگی را علی السماوات و الارض و الجبال، بر آسمان ها و بر زمین و بر کوه ها، یعنی بفرمایید بر همه هستی، هر آنچه که موجود است در این عالم از طرف خداوند یه امانتی به اینها عرضه شده است. اما فابین ان یحملنها، اینها یعنی تمام هستی و عالم ابا کردن از حمل این امانت، دوری کردن از حمل این امانت، این امانت را نپذیرفتن. و در ضمن اینکه ابا کردن اشفقنا، یعنی ترس در وجودشون بوده، به خاطر ترس ابا کردن از حمل این امانت. اما در این بین انسان حامل این امانت شد و حمل حل انسانو، انسان حامل این امانت شد، انسان یه امانتی رو از جانب حق دریافت کرده. انه کان ظلوما جهولا، به درستی که انسان بسیار ظالم است و بسیار جاهل است. شما توجه داشته باشید این حالتی که الان در اینجا من دارم براتون توضیح میدم، اولا وقتی شما امانتی رو به کسی میدید، ایداع و تودیعی که صورت میگیره، چیزی را واگذار میکنید و اون شخص مسئول است که دو مرتبه همان را عیناً به شما برگرداند. این یک، یعنی اصلا جنبه مالکیت نداره، مالک نیست. دوم این که وقتی که برمیگرداند باید سالم برگردونه، باید جواب بده. حالا در اینجا هم خداوند میگه این انسان حامل یک امانتی شده است که این امانت رو باید برگردونه و تودیع بکنه این امانت را. ان تعد الامانات الى اهلها، به اهلش این امانت رو برگردونه. و این انسانی که باید به اهلش این امانت رو برگردونه باید این امانت رو سالم برگردونه. حالا این امانت در اینجا که مطرح میشه، چه حافظ شیراز هم میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن. یعنی من دیدم ملائک اومدن و منی که خاک نشینم، منی که بود مادی دارم، بود لجنی دارم، اینقدر میخوان امانتی رو به من بدن، چه ساکنان حرم اونجایی که حرمت داره و ستره یعنی پنهانه و عفاف درش هست، پاکی درش هست، اینا آمدن برای که میخوان این امانت رو به من بدن، میخوان با وجود منو پیمانه کنن و شراب عشق و شراب علم و معرفت رو در این پیمانه بریزن. چون میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، یعنی وجود ما آدم ها رو کردن جام شراب که تو چی بریزن؟ تو شراب بریزن. اون شراب امانت است. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. خب این امانت بعضی اومدن گفتن تکلیفه، بعضی ها گفتن آزادی انسانه، بعضی ها گفتن که علم و آگاهیه و بعضی ها گفتن عشق است. اما این امانت عبارت است از همون مقام ولایتی که یک مثلثی دارد، علم و آگاهی، عقل و عقلانیت و عشق و محبت، این محبتی که محبت به سوی معشوق حقیقی. خب حالا من میخوام به شما چی بگم؟ من میخوام به شما بگم یکی از آفتهای بزرگی که از ناحیه نفس من برمیخیزد و منو دور میکند از این امانت و باعث میشود که من امانت را بشکنم، الجهل من است، ندانستن من است. و اون ندانستنی که مبدع ظلم میشه، یعنی این باعث میشه که من ظلوم بشم و من جهول بشم. عنایت میفرمایید در اینجا که میفرماید که چی؟ میفرماید ظلومن جهولا، این انسان به صورت بالقوه اینی که امانت رو قبول کرده این ظلوم است و این جهول است. حالا مولانا در اینجا، من بیشتر از مولانا استفاده میکنم، دوستان برای من گفتن که آقا این بحثا شرح ابن سیناست. بله، همه اینها مثل نور واحدن. ما ابن سینا رو مبنا قرار دادیم، حالا برای شرحش از مولانا هم به خاطر عشقی که به مولانا داریم استفاده میکنیم. مولانا میگوید که این امانتی که و این شرابی که و این آتش عشقی که خداوند در جان انسان قرار داده است چی میشه؟ جانهایی که آتشی هستن، یعنی جانهایی که اهل آتشن، جانهایی که شیطانی هستن،
در اثر این شراب خاموش میشم. یعنی اون نفس اماره، اون نفس اماره امارگیش گرفته میشه، اون نفس در اینجا سرد میشه، خاموش میشه، آتیشش از بین میره. جان ناری یافت از وی انتفاع، انتفاع یعنی خاموش شد. جان ناری یعنی این جانی که آتیش به پا میکنه، حقد و چینه و نفرت و نفاق و مقایسه و مسابقه و حسد، اینا همه از این نفس برمیخیزد. این نمیگذاره انسان عبادت کنه، چه برسه به اینکه به عرفان بخواد برسه. جان ناری یافت از وی انتفاع. مولانا میگه مرده، یعنی اونی که مرده بود دیگه، افتاده بود، این نفس او رو کشته بود، انسانیتش از بین رفته بود، عفافش از بین رفته بود، ستر و عفافش از بین رفته بود، مرده پوشید، اون زنده شد. از بقای او قبا، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تازگی و جنبش توبیست یا توباست، این توبا به معنای پاکه، مؤنث اطیب است، مثل اکبر کبرا، اطیب توبا. میگه که این تازگی و جنبشی که در اثر این امانت در انسان ایجاد میشه، این در اثر اون علم و آگاهی، عقلانیت و عشق، جنبش توبا. توبا یه درختی سر بهشت، یعنی یک درختی که وجود من ریشه دارد، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. آیه قرآن میگه اصلش ثابته، یعنی من ثبات دارم، نمی لغزم تو دامن این و اون، نمی لغزم، من خودم رو نمی فروشم، من یه ریشه دارم و شاخه ها من به آسمون رفته و این همه میوه میده و دارن از این میوه تغذیه میکنن. تازگی یا جنبش توباست این، همچو جنبش های حیوان نیست این، جنبش های خلقان هم داره، حیوان هم داره. حالا مولانا در اینجا اشاره میکنه به این آیه قرآن، گر در افتد در زمین و آسمان، اگر این دم الهی و این امانت به آسمان و زمین برسد، زهرشان، زهرهاشان آب گردد در زمان. زهرشون آب میشه، اینا میترسن، چون امانت خیلی امانت سنگینی هست. خود زبیم این دم بی منتها، ببین از دم این بیم و این ترس بی منتها، یعنی امانت بزرگی است، باز خان فعبین ان یحمل نها. برو اون آیه قرآن رو بخون که میگه به خاطر این عبین ان یحمل نها، اینا عبا کردن، نه اینکه استکبار ورزیدن، ترسیدن. ببین یه وقتی هستش که یه امانت رو میخوام به شما بدن، شما میگین در حد من نیست، من قبول نمی کنم. یه وقتی هست که شما میترسید، ورنه اگه اینطور نباشه، اگه این امانت عظیم نباشه، خود اشفق نمنها چون بودی. چطور میگه که اشفق نمنها؟ چگونه اینا ترسیدن وگرنه نمی ترسیدن؟ گرنه از بیمش دل که خون شدی، وگرنه از بیمش دل که، اگه اینطور نبود که دل کوه خون نمی شد، یعنی کوه در اثر این متلاشی می شود و نمی تواند این عظمت را بپذیرد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خب سومین خصوصیتی که اشاره کردیم در نوبت گذشته، اینا رو توضیحاتی بود برای بحث‌های قبلمون، میرسیم، تکبر بود، که این تکبر یک نوع غرور عصبی در من وجود دارد که خود را داناتر، برتر، بهتر از دیگران میبینم و زمینه اون از خودشیفتگی، از سلف سنتر بودن، از مرکز بودن، از خودخواهی آغاز میشود. یک عجبی در من ایجاد میشود، زیبایی های خودم رو فقط میبینم و متکبر کسیست که فقط لیوان پر را میبیند، لیوان خالی رو در وجود خودش نمیبینه. یعنی به مجرد اینکه شما عیب او رو مطرح کنیم، مکانیسم ها شروع میکنه که نه نه، من اگر این عیب هست، اینه، اون مکانیسم ها که حالا توضیح میدم. خودشیفتگی کاذب، بعد انکار میکند فضائل دیگران را و در برابر حق تسلیم نیست. یک آیه که باید این رو میگفتم نگفتم، در سوره غافر آیه 60 خداوند میفرماید و قال ربکم، پروردگار تو گفت، ادعونی، بیایید به سمت من، مرا بخوانید استجب لکم. خب اینجا میگن این آیه در مورد دعاست، خدا میگه مرا بخوانید تا من گوش بکنم به شما، استجب لکم یعنی گوش کنم،
خداوند دعای ما رو گوش میکنه، یعنی من توجه به شما بکنم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. این دعا در اینجا به معنای عبادت است، نه به معنای دعا خوندن. ببینید دعا خوندن با دعا کردن فرق میکنه. کسی که وجودش عبادت است، عبادت هم یعنی هموار، یعنی من هموار بشم با مولای خودم، هموار بشم با معشوق خودم، هموار بشه وجود من با او. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. استجب استجابت با اجابت فرق کنه. استجابت یعنی فقط گوش میکنه، بله من گوش میکنم، بیا بیا عزیزم. اما اجابت ممکنه بعضی از خواسته های شما رو اجابت نکنم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، بیایید عبادت کنید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی این تکبر و این کبر که پنهانم هست، یعنی ما تکبر پنهان داریم. يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اینا به جهنم سرنگون میشن. یعنی جهنم که گفته میشه یعنی ساقط میشن در اون مرتبه اسفل و به شکل ذلتباری هم وارد میشن. ببینید من این رو خدمتتون توضیح بدم، بعضی از عیبهای ما انسانها به صورت عرض میکنم خدمتون که بعضی از عیبها در ما خیلی عیبیست که ما خودمون میبینیم، خودمون میفهمیم و میدونیم که این عیب در ما هست، ولی بعضی از عیبها در ما پنهانه. تکبر غالبا در ما پنهانه، یعنی ما نمیدونیم متکبریم ولی تکبر میبرزیم. گاهی انسانها در درونشون به خودشون میگن میخوای بزرگ بشی، میخوای در دل مردم عزیز بشی، میخوای بالاتر از همه قرار بگیری. خب تواضع کن، تواضع کن تا در بالاتر از همه قرار بگیری. این در قلبش متکبره اگرچه تواضع میکنه، چون برمیگردد به دل، برمیگردد به نیت. و خداوند به دل انسان و به قلب انسان نگاه میکند، نه به عمل انسان. خب ماده چهارمی که باید ورود بهش میکردیم از آفات نفس، اینا آفات نفسه. آفات نفس یا بودن هوا بود، آفات نفس جهل بود، آفات نفس تکبر بود. حالا یکی از اون آفاتها حسد است. من برای اینکه این حسد رو براتون خیلی خلاصه بگم، راجع به حسد من قبلا صحبت کردم، در سایت آکادمی مولانا موجوده، مراجعه بفرمایید و روی سایت در حدود 450 یا 405 سخنرانی الان موجوده، میتونید مراجعه بفرمایید. اما توجه داشته باشید، من از نگاه عارف نگاه میکنم. وقتی که عارف به عالم نگاه میکنه، نگاه عارف این است که از در و دیوار عالم جمال و جلال او را مشاهده میکنه. اصلا عارف نگاهش به عالم این است که به حقیقت برسد، و حقیقت یعنی این که جز او وجود ندارد. یعنی عارف میگه هو هو کو کو، کو کو نمیگویم. بارها گفتم به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. اصلا عرفان یعنی رسیدن به جایی که انسان به جز خدا نبیند. و به قول امام علی، ما رأیت شیئا، من چیزی رو ندیدم، الا و رأیت الله، مگر این که خدا رو دیدم، قبله و معه و بعده. اصلا این واقعیتی است که جز او در عالم ظهوری نیست، اصلا چیزی نیست که دلالت بر وجود او بکند. تمام عالم جمال و جلال الهی است. اگر انسانی به این مرتبه رسید که به هر جا نظر بکند جلوه او را ببیند، ما به این میگیم عارف. عرفان یعنی دیدن عالم در ظل حقیقت، دیدن عالم در ظل اسماء و صفات خدا. حالا وقتی که این انسان چشمش چشم خدا بین شد و سوی چشمش به سمت حق شد، در اینجا از وجود او یه چیزی شروع میکنه به جنبش و قلقلک، به نام من، به نام خود، به نام نفس، به نام انانیت. این نفس میاد و جلوه‌گری میخواد بکنه. خوب توجه داشته باشید، در اینجا هر چه که این نفس من و این خود من، خود کاذب من، این هی رشد بکنه، هی رشد بکنه، اون سوی خدابین، چشم خدابین من سوش کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا جایی که دیگه نفس او را نمیبیند، خود را میبیند. انسانهای خودبین که فکر میکنن خدا را میپرستن،
بلکه خود را میپرستن، اله شده از خود او و خود را نگاه میکنن. بنابراین در اینجا خدابینی تبدیل میشود به خودبینی. این مکانیسم شما نگاه کنید، وقتی این نفس، ما داریم راجع به نفس صحبت میکنیم، وقتی این نفس شروع کرد به جنبش، خودبین میشود، خودبینی تبدیل میشود به خدابینی. چه بخشید؟ خدابینی تبدیل میشود به خودبینی. و این خودبینی سیرش در اینجا متوقف نمیشه، میاد به مرحله خوددوستی. حالا خوددوستی خوبه، و این خودبینی و خوددوستی افراط میشه، تبدیل میشه به خودپرستی. یعنی خود را میپرستم، یعنی نظر من غلبه دارد، فکر من غلبه دارد، من خطایی ندارم. به مرحله ای میرسد در درون خودش اینطور برای اون نهادینه میشه که خودپرستی، افرعیت من اتخذ الهه هوا. خب وقتی که از خودبینی رسید به خودپرستی، از خودپرستی میرسد به چی؟ به عجب و خودشیفتگی. یک حالت اعجاب در وجودش از خودش ایجاد میشه که اون حالت، حالت خودشیفتگی و حالت سلف سنتر که از او تعبیر میکنن به عجب. در اصطلاح دینی بهش میگن عجبه. بله، سلاس و مهلکات، و سه چیز است که شما رو هلاک میکنن: بخلون و عجبون و هوا. بخیل باشی و تنگ نظر باشی و معجب باشی و دوچار هوا بشی. خب حالا توجه بفرمایید، از اینجا عجب یک ضلع مثلث درست میشه به نام عجب، یعنی خودشیفتگی. خب بعد این خودشیفتگی منتهی میشود به این که خود برتربینی، خودشو بالاتر از دیگران میبیند، برتر از دیگران میبیند. اینجا چیزی متولد میشود به نام کبر، یعنی در کنار این خودشیفتگی کبر، که من برترم، من از بقیه برترم. اگه شما جلوی او از دیگران تعریف کنی ناراحت میشه، من از دیگران برترم. این خود برتربینی، اینجا کبره، ضلع دوم میشه کبر. ضلع سوم و آن این استش که این دوچار بخل میشه، یعنی دیگران رو نادیده میگیره، یعنی دیگران رو نمیبیند، فضائل دیگران رو انکار میکنه. وقتی که این مثلث شکل گرفت، یعنی مثلث عجب، خودشیفتگی، زرع اوج، زرع کبر، زرع بخل، از اینا یک فرزند نامشروعی متولد میشه به نام حسادت، که علی حسود و لا یسود. حسود هرگز به آقایی نمیرسد، به سیادت نمیرسد. این حسد آنچنان شر است که خداوند در همون سورهی که براتون خوندم میفرماید: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر حاسد اذا حسد. حسد طفل نامشروع خودشیفتگی، طفل نامشروع این حسد، طفل نامشروع از خودشیفتگی، طفل نامشروع کبر و طفل نامشروع بخل است. خب در سوره آل عمران آیه 120 خداوند فرمود اینا، این حسودا اینطوری هست: ان تمسسکم، ان تمسسکم، اگه مس بکنه، تاچ بکنه حسنتون، حسنه‌ای به شما برسه، شما اگر یک رتبه‌ای پیدا بکنی، شما اگر یک موفقیتی نصیب شما بشه، تسعهم، اینا بدیشون میاد. میگن حالا اما این امایی که میگه پدر این در اومده. و ان تصبکم، اگر اصابت بکند به شما، سیعتون، یه بدی، یفرهو بها. یعنی حسود کسی است که آرزوی زوال نعمت را در دیگران میکنه. حالا که دست خودم نمیرسه، بذار دست دیگرانم نرسه. خداوند میفرماید شما باید در اینجا تاب‌آوری داشته باشید، یعنی مبادا توی این بازی حسود بیفتید. شما از بالا نگاه کنید، نظاره کنید، بازیگر نباشید که بیفتید توی این بازی حسود. و این تصبرو، اگر شما تاب‌آوری داشته باشید و تتقو و تقوا پیشه و ترمز داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، کید اونها، مکر اونها، نقشه اونها به شما صدمه ای نمیزنن. ان الله بما یعملون محیط، خداوند محیط است و خداوند
به آنچه که اونها انجام میدهند احاطه دارد، یعنی یک سنت الهی است که اینها نابود میشن. ببینید یکی از آفات نفس حسادت است. حالا توی عرفان این خیلی مؤثره، یعنی یه خانم حسود یا آقای حسود که نمیتونه بیاد زانو بزنه و زحمت بکشه، باید تیغ نیشه تیغ را تحمل بکنه، باید تاباوری داشته باشه. حالا در اینجا مولانا میگه ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، ای کسی که به ما قضا میدی تمکین میدی. تمکین یعنی اشراقات نفسانی و نورانی بر ما وارد میکنه. تمکین دادن یعنی خدا به من کام میده، داره با خدا حرف میزنه. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، ای کسی که به آدم ثبات میدی. واقعا اگر خدا من ثبات نده، انسان در این لغزش ها چه میکنن؟ خلق را زین بی ثباتی ده نجات. این مردم دچار بی ثباتی هست. امروز تو دامن اون، فردا تو دامن اون، امروز متعلق به این، فردا متعلق به اون. چقدر ما بی ثباتیم، یعنی نفس ما یک حالت تزلزل داره، یه حالت بی ثبات داره. اندر آن کاری که ثابت بودنی است، خدایا در اون کاری که واقعا ثبات درش هست قائمی ده نفس را، نفس رو قیام بده. در اونجا نفس باید ساخته بشه. ما گفتیم که این نفس باید تربیت بشه که منسنی است. منسنی یعنی نفس دوتا شده، نفس منحنی شده، نفس من ذلیل شده، نفس من به زمین خورده. چرا؟ برای خاطر حسادت. صبرشان بخشو کفه میزان گران، خدایا به اینا صبر بده تا اینا بتونن با تاباوری اون ثقلت موازینه خودشون رو تحقق بدن، یعنی کفه میزان کفه اعمالشون سنگین بشه. وارهانشان از فن صورت گران، از این حقه هایی که این آدم های اهل صورت میزنن، این مردم رو نجات بده که دچار این همه صورت نشن. و از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشن از حسد دیو رجیم. خدایا اینا رو از اون حسودی نجات بده تا اینا مثل شیطان رجیم نشون، که شیطان حسودی کرد دیگه، گفت انا من بالاترم. در نعیم فانی و در این نعمتهایی که از دست میره، مال و جسد، یعنی جسدها چون همی سوزن عامه از حسد، مردم میسوزن از حسادت. پادشاهان بین، نگاه کن قدرتهایی که لشکر میکشن، لشکر کشی میکنن، از حسد خیشان خود را میکشن، حتی نزدیکترین افراد خودشون رحم نمیکنن. عاشقان لعبتان پرغزر، عاشقان لعبتان، لعبت یعنی عروسک، یعنی بازیچه، کسایی که عاشق یه آدمایی شدن که اینا غزرن، اینا هم بی ثباتن، اینا هم آلودن، عاشق اونا شدن، عاشق یه سری بازیچه ها شدن، کرده قصد خون و جان هم دیگه. این نمیخواد اونو ببینه، این نمیخواد اینو ببینه. ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان، که چه کردن از حسد آن ابلهان. در دل ندل، خب گوش کنید مولانا چه میگه. میگه در دل ندل، توی دلی که حسده، که اون دل نیست، چون دل جای خداست. حسود یعنی نمیبیند. چرا من اون توحید رو مطرح کردم؟ حسود یعنی آنچنان خود شیفته و متکبر میشود که انکار میکند جمال و کمال حق را. این جمال و کمال در دختر این همسایه ظهور پیدا کرده، تونسته دخترای خودشو بگیره. حالا دارم برای من تعریف میکنم من چه حالی پیدا در دل، این که دل نیست، این گله. در دل ندل حسدها سر کند، نیست را هست این چنین مستر کند. چیزی که نیست، اصلا من خودم نیستم، این چنین مستر میشم، مسترب میشم. وای چه شد این زنانی که از همه، حالا مولانا میگه این خانمایی که این همه رحمت دارن، این همه مهربونن، این همه عشق دارن، این زنانی که از همه مشفق ترن، از حسد دو ذره خود را میخورن. از حسد یک عرض کنم که حوو خودشونو میخورن، ناراحت میشن. این داستان مادر شوهر، امروز برای که دوستان میگفتم، داستان مادر شوهر یعنی داستانی که میگن مادر شوهر، نه همه مادر شوهرها، مادر شوهری که عرض میکنم خدمتون که همسر فرزند خودش رو برای خودش به لحاظ روانکاوی یه حبو میبینه که اون ماجراها درست شده بود. این زنانی که از همه مشفقترن، از حسد دو ذره، یعنی دوتا بیوه که ببخشید عرض کنم که حبو میبینن، خود را میخورن.
حالا وقتی خانوما اینطوری هستن که اینقدر مهربونن، تا که مردانی که خود سنگین دلن، اما مردایی که سنگین دلن اگه حسودی کنن چه میکنن؟ قتل ها کردن از حسد تا در کدامین منزله. این داستان رو بارها عرض کردم که شخصی بود که به غلام خودش گفت من به تو امر میکنم سر من از بدنم جدا. آقا ارباب من چه کنم؟ سر شما رو بدن تو بعده، سر من از بدنم جدا میکنی، تو عبد منی، امر منو اجرا بکن. ولی سر منو میذاره رو پشت بام همسایه. چرا بذارم پشت بام همسایه؟ برای اینی که من با این همسایه بدم، میخوام تو منو بکشی، ضرر به من بخوره، سر من پشت بام اونا اونو دستگیر کنن با اتهام قتل من. ممکنه شما الان بخندید، اما ماها برای اینکه از حسود انتقام بگیریم به خودمون صدمه میزنیم. از حسد تا در کدامین منزلت. خب این هم چهارمین آفت نفس. پنجمین آفت نفس که دوستان باید توجه بکنن بخل و حرص نفسه، طمعی که در نفس وجود داره و مطلق طلبی و دوزخ صفتی که من این رو در نوبت گذشته هم خدمتون اشاره کردم که اینها رو بحث نکردم. نفس حریصه، نفس دائما میگه به من بدید، به من بدید، به من بدید. تو هر مرحله ای از نعمت که قرار بگیره باز طلب بیشتر میکنه، اصلا قدر حال و قدر نعمت رو نمیدونه. شما یک درجه به او بدی میگه دومی رو میخوام، دومی رو بدی سومی رو میخوام، هر چی که بره بالاتر حل من مزید، حل من مزید. در سوره حدید آیه 23 خداوند میگه ما شما رو دوچار امتحان میکنیم برای این که خودتون رو پیدا کنید و بعد شما نگاه کنید که شما اختیار از اختیار شما خارجه. هوا ابریست بارونی میشه، هوا ابریست آفتابی میشه، آفتابیست بارونی میشه، ابری میشه. زندگی شما آفتابیست یهو ابری میشه. تمام مقدمات رو چیدی برای یک پیروزی شکست میخورید، تمام مقدمات رو چیدی برای یک شکست پیروز میشید. اینجا خداوند در سوره حدید میشه چرا اینطوری میشه، چرا تو زندگیت اینطوریه که میبینی ای من اینا رو همه رو آماده کردم، این مصیبت از کجا اومد؟ خداوند میفرماید لکیلا تأسو علی ما فاتکم، برای که نفستون تربیت بشه، برای چیزی که از دست دادی تأسف نخورید. ولا تفرحوا بما آتاكم، و اون چیزی هم که به دست آوردید فرح به شما دست نده. یعنی شما از سرخوش نشید از چیزی که به دست آوردید، چون هیچ چیز در این عالم ثبات نداره. اینو بنده بارها گفتم، ذاتی این عالم ناکامیه، شما تو این عالم ناکام میشید. این اصل رو برای خودتون قرار بدید، اگه تسلیم ناکامی شدید به کام میرسید. جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدن. لکیلا تأسو علی ما فاتکم، برای که شما تأسف نکنید برای اینکه از دست دادید. ولا تفرحوا بما آتاکم، چرا؟ برای اینکه اگر امروز هوا ابریه من باید امید داشته باشم با هوا آفتابی میشه، و اگر آفتابیه نباید مغرور بشم. ولا تفرحوا، چون این آفتابی رو از من میگیرن. والله نگاه کنید لا یحب کل مختال فخور، خداوند حب ندارد. حرکت حبی شامل انسانی نمیشه که خیالاتیه و افتخارم دائما میکنه. آدمای خیالاتی این خیالات میاد در ذهنشون و این با این خیالات فخرم میفروه که ما اینیم. حضرت علی علیه السلام یه جمله‌ای داره میفرماید که از زهدو، همین زهدی که ابن سینا داره میگه، کله بین الکلمتین من القرآن، کلش بین دو تا کلمه از کلمات قرآن. لکیلا تأسو علی ما فاتکم، یکی، ولا تفرحوا بما آتاکم. اعراض زمانی در شما وجود داره که میگیم این همیشه با تو هست، این آقا همیشه کنار شما هست، بچه هاتون همیشه کنار شما هستن، مادرتون همیشه کنار شما هست، همسرتون همیشه کنار شما هست. کسی که متحقق بشه به این حقیقت میگه نه، میگه من آماده کردم برای روزی که تنها هستم، تنها آمدم و تنها میرم و تنها به دیدار اون فرید میرسم. والله لا یحب کل مختال فخور. این آقایون مختال فخور کیا هستن؟ الذین یبخلون، این کسانی که بخل میبرزن، برای اینکه اینها زاهد نیستن، بخل میبرزن، دیگران را نمیبینن، وجود خودشون رو تبدیل به انرژی نمیکنن. خداوند میفرماید که اگر شما فقیر شدید در راه من بدید، بیاید با من معامله کنید، در راه من بدید آنچه را که دارید، بگذرید و شما ثروتمند میشید. و من قدر علیه رزقه،
فلینفق مما آتاه الله، از اون چیزی که خدا برای شما قرار داده انفاق میکنید. بله این مسئله خیلی مهمه. در زمان صدر اسلام ربا میدادن، میرفتن پیش رباخار پول میدادن که یه سودی سر ماه بگیرن. خدا میگه که شما به این اطمینان میکنی، پولتو میدی، حالا من این ربا رو حرام کردم، تو بیا با من این کار رو بکن، به من بده، من چند برابر به تو میدم. حالا این دادن فقط، این سخا و سخاوتمندی فقط توی مادیات نیست، به لحاظ معنوی هم انسان باید سخاوتمند باشه. و عرفا معتقدن انسانی که از روحش میکنه و میده به جانش، یعنی جانش رو آباد میکنه به قیمت خراب کردن روحش، این آدم بخیل. باید بخلتو بگذاری کنار و سخا ایجاد بکنی در خودت و نیمه شب برخیز، باید ریاضت بکشی، باید تحمل بکنی، اون هم میشه و سخا نقطه مقابل بخل. اینا کیا هستن؟ الذین یبخلون بخل میبرن و یعمرون الناس بالبخل. مردم هم دعوت به بخل میکنن. ندیدا بچه‌تون هست، آیندهتون از بین میره. اما میفرماید و من یتولا، کسی که ولایت به خدا پیدا بکنه، تکیه بر خدا بکنه، فان الله هو الغنی الحمید. نگاه کنید مولانا چه میگه. میگه یطلب الانسان فی السیف شتا، یعنی چی؟ یطلب و طلب میکند انسان در سیف شتا را، یعنی در فصل تابستون. میگه حالا کاش که زمستون بشه برفی ببینیم اینا. فاذا جاء الشتا انکر ازا، وقتی زمستون میشه زده میشه از زمستون، یعنی حالت های من و شما رو داره میگه. تا زمانی که نداریم میگه برسیم، وقتی که رسید زده میشه. انسان طالب چیزی است که ندارد، وقتی که رسید از او زده میشه. این انسان، این حالت نفس انسانه. چرا؟ برای که هی میخواد طلب بکنه. یطلب الانسان فی السیف شتا، فاذا جاء الشتا، وقتی شتا میاد، انکر ازا، فهو لا یرضا به حال ابدا. این انسان هیچ وقت راضی نمیشه در یک حال ابدا. اگه تونستی راضیش کنی. شما الان عرض میکنم خدمتون خونه نداره، میگه ای کاش من یه اتاق داشتم. خب یه اتاق بهش میگن، تو ونکوور میره با یه نفر عرض کنم که شریک میشه و یک جایی رو میگیره، یه اتاق رو میگیره با اون مثلا 500 دلار به اون. بعد میگه نه، من بیشتر میخوام، من یک جایی میخوام مستقل باشه، یک بچلر اگه داشتم. یه بچلر بهش میگن کرایه ای. بعد میگه کاش که من مالک این بچلر بشم، مالک بچلر بشم. بعد میگه نه 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 نه، این بچلر به درد من نمیخوره، یه خوابه داشته باشم، یه خوابه بشم. بعد میگه دو خوابه، بعد میگه سه خوابه، بعد میگه آپارتمان چیه، من خونه میخوام. خونه، حالا خونه در کجا باشه؟ حالا در هر جایی که بود، سوری باشه اشکال نداره، اون ور باشه، جنوب باشه، شمال باشه. بعد یه مرتبه میگه نه، در بریتیش پراپرتی من میخوام، در وست ونکوور میخوام خونه داشته باشم. بعد وقتی این خونه رو بشنم، خونه دوم، خونه سوم، این طلب داره، میگه کشتی شخصی میخوام، هواپیمای شخصی میخوام، روی عرشه کشتی شخصی، هواپیمای شخصی بشینه. صبح که از خواب بیدار میشم، میز صبحانم اتوماتیکمان جلوی تختم آماده بشه، همه اینا رو بهش بدن، باز خودکشی میکنه. فاذا جاء الشتاء انکر ازا، فهو لا یرضا به حال ابدا، لا به زیغ، لا به عیش رغدا. نه در حالت عیش راضیه، نه در حالت زیغ و تنگی. مولانا میگه قتل الانسان ما اکفره بود، کل ما نال هدا انکره بود. این قتل الانسان ما اکفره، آیه قرآن مولانا آورده، میگه ای کشته و نابود باد این انسانی که کفران میکنه، نفسش کفران میکنه، نفرین نمیکنه به آدم ها، یعنی اون نفس تو انشالله بمیره. قتل الانسان ما اکفره بود، کل ما نال هدا انکره بود، بلکه به هر چیزی که میرسه و هدایت میشه انکار میکنه. نفس زینسان است زان شد کشتنی. در خاطر همین عرض میکنم که نفس ما میگیم باید بکشیش. کشتن نفس به معنای تهذیب نفسه، به معنای تعدیل نفسه، نه به معنی که من برم خودکشی کنم. اقتلوا انفسکم گفتان سنی، آن آدم بزرگ گفت، حضرت موسی به قومش گفت نفس خودتونو بکشید، که جلسه قبل گفتم که این آیه رو معنا میکنم به این که این خودتو بکشید، یعنی اینا همدیگر رو کشتن. نه، میگه شما که گوساله پرستیدید، فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. خالص سوی است هر چون چشنهی، میگه این نفس تو مثل خار سسوس، یعنی خاری که سه تا جهت داره و هر جوری قرار بدی به تو نیش میزنه. خار سسوی است هر چون چشنهی، در خلد و زخم او تو کی جهی، کی میتونی از زخم این نفست
فرار بکن. این همه نفست به تو صدمه زده، شب رفتی نشستی گریه کردی، خجالت کشیدی، مضطرب شدی، به خاطر همین نفست بود. آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکوکار زن. این راه رهایی از نفس مولانا داره میگه. من انشالله هفته های آینده راجع به اینی که چگونه میتوانیم رها بشیم از نفس، شیوه های عملیشو براتون میگم. یکیش اینی که کنار یار نیکوکار باید قرار بگیره. در دفتر اول بیت 772 هم میگه که مادر بت‌ها بت نفس شماست. اصلا تمام بت‌ها همین خود تو هستی که خودتو داری میپرستی. زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست، این بت نفس اژدهاست، اما اون بت بیرونی که میپرستن، بت پرستی، اون ماره. شما یه نفر رو ممکنه بپرستی، اما اون ماره، اون خودتو میپرستی، خودتو میخوای، خودخواهی، خودت رو میخوای. آهن و سنگ است نفس. آهن و سنگ رو که به هم بزنی آتیش ایجاد میشه. بت شرار، اونی که در بیرون وجود داره، اون شراره این آهن و سنگه. یعنی اگر اون شراره هم خاموش بشه، این آهن و سنگ سر جاشه. آن شرار از آب میگیرد قرار. اون آتیشی که ایجاد میشه با توبه از بین میره. آب توبه، آب حیات، آب عشق. اما سنگ و آهن یعنی این نفس تو، زاب کی ساکن شود؟ صد بارم که توبه کنی کی ساکن شود؟ آدمی با این دو کی ایمن بود؟ حالا مثال دیگه میزنه، میگه بت سیاها بس. بت مثل یه آب سیاهی که داره میاد، خب بالاخره این آب سیاه تموم میشه، یا میتونی تصفیهش بکنی. در کوزه نهان کردنش توی کوزه، نفس مر آب سیاه را چشمه دان. اما این نفسی که ما داریم از اون صحبت میکنیم، این سرچشمه اون آب سیاه. آن بت منهود چون سیل سیاه، اون بت مثل سیل سیاهی که میاد و میره، بالاخره سیل تموم میشه، اما نفس بتگر چشمه‌ای بر آب را. اون چشمه است، در چشمه است. اگه تو کوزه باشه، نگفت تو کوزه است، صد سبو را بشکند یک پاره سنگ. با یک سنگ میتونی صد تا کوزه را بشکنی. وا به چشمه میزهاند بیدرنگ، ولی آب چشمه همینطور حرکت میکند بیدرنگ. بت شکستن، بت شکستن سهل باشد، نیک سهل، ولی بت رو میتونی بشکنی. سهل دیدن نفس را جهل از جهل. اگه بتونی که نفس تو سهل ببینی، در جهالتی. صورت نفس را بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. اگه میخوای واقعا نفس تو ببینی، مثل یک جهنمی است که هفت تا در داره و از این درها وارد میشوند. حالا اون هفت در اشاره است به بی نهایت، یا هفت، واقعا جهنم هفت تا در داره. حالا اون هفت تا در هفت تا صفت پلیده، بعدن خدمتون توضیح میدم. و ششمین و آخرین بحثی که میخوام خدمتون عرض بکنم از آفات نفس، این است که این نفس تزیین میده. تزیین یعنی زینت دادن، زینت یعنی فریب، یعنی در تو غرور ایجاد میکنه. کسی خودشو زینت میده، یا میخواد بگه من زیباتر از اون چیزی که هستم، یا زشتم میخوام زیبا. البته کسایی که زینت میکنن خودشونو، گاهی برای خودشون میکنن، یعنی برای اینکه آرامش پیدا کنن. اما گاهی شخصیت نمایشی که میشه، میخواد به بقیه بگه من جوانترم، من زیباترم، پوستشو میکشه، من جوانترم، کار دیگه میکنه، من زیباترم. بنابراین تزیین، تصویرم همون شما رو سوق میده به سمت این جنبه از بدی. و فریب یعنی همون غروری که این نفس در انسان ایجاد میکنه و تصویری که در ما ایجاد میشه. اول این آیه قرآن رو بخونم، سوره آل عمران آیه 14. قبل این آیه رو گفتم چون فرصت هم نداریم، سریع نگاه کنید. زین للناس، زینت داده شده برای انسان ها. چی؟ حب و شهوات، یعنی اشتهاهای شدیدی که در انسان وجود داره، خصوصا در غریزه جنسی. یعنی این واقعا تزیین میشه و تصویر میشه. انسان عاقبت رو نمیبینه، انسان باطن رو نمیبینه، فقط این کالا و متاع برای او هدف میشه. حالا این حب و شهوات، یعنی اشتهاهایی که در انسان ایجاد داره، از کجاها شروع میشه؟ من النساء، از زنان، چون وجود لطیفی داره. و شما میدانید که زنان در طول تاریخ بزرگترین نقش را از جهت اینکه چون لطیفن قدرت دارن در اذهان انسان‌ها داشتن. و در طول تاریخ اگر شما نگاه کنید، در هالیوودش الان میبینید، در بالیوودش هم میبینید. ولی بنین، اشتها پیدا میکنی به فرزندان اینا، ولی اینا رو باز برای تزیین و تصویر میکنه.
ول قناطیر المقنطره، قناطیر یعنی پله ها، قنطره یعنی پل، چون پول همون پل است، اصلا پول پل بوده بعد شده پول. من از ذهب و الفضه، طلاهای نقره و که قدیم بوده الان دیگه دلار رو نمیدونم این چیزا هست. ول خیل المصومه، اسب های نشانه دار، حالا ماشین های آخرین سیستم. ول انعام چارپایان، ول حرز کشاورزی بیزینس هر چی میخوای. ذالک متاع الدنیا، متاع الحیات الدنیا، والله والله عنده حسن المآب، نتیجه خوب در نزد اوست. یعنی باید برسی به با اون حقیقت. ببینید اینجا زینت مطرح میشه در داستان یوسف. و جا و علا قمیصه به دم کذب، اینا آمدن در حضور حضرت یعقوب، یوسف رو انداخته بودن تو چاه و لباس او رو آورده بودن به یه خون دروغینی آلودش کرده بودن، نشون دادن به حضرت یعقوب. قال حضرت یعقوب بل سبلت لکم انفسکم، نفس شما تصویر کرده برای شما، یعنی توجیه کرده، تزیین کرده، امرن اون امر را، فصبرون جمیل، پس باید صبر کرد. و الله المستعان علی ما تصفون، خدا مستعان است بر اون چیزی که وصف می شود. اینجا من نکته اصلی اینجاست، بل سبلت لکم انفسکم. ببینید من یه چیزی به شما عرض بکنم، اگر بخوایم این تصویر رو، این تزیین رو خوب متوجه بشیم، به این نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم توجه بکنید. انسان‌ها نوعاً با خود حقیقیشون کنار نمیان، با خود واقعیشون کنار نمیان. خود واقعیشون یک خود صدمه خورده است، خود واقعی یک خود ناقصه، این با این خود واقعی کنار نمیان. انسان‌ها یک خود دیگری غیر از این خود واقعی دارن. قبلا من خدمت شما گفتم هر انسانی 5 خود داره، 5 من دارم. من اول، من حقیقی واقعی واقعی اون انسان، علی آنچنان که هست من واقعی، دوم من آنچنان که خودم تصویر و تصوری از خودم دارم، اینم یک من است، سوم من آنچنان که دیگران تصویری از من دارن، دیگران یک تصویری از من دارن، چهارم من آنچنان که من تصور می کنم که دیگران آنگونه مرا تصور می کنم، پنجم من آنچنان که دیگران تصور می کنم که من خودم را آنگونه تصور می کنم. حالا این 5 رو قبلا هم زیاد گفتم تو سخنرانی ها، اما نکته مهم اینه که انسان ها با یه خودی زندگی می کنن که اون خود نیستن، ولی دوست دارن اونطوری باشن، مانند آدمی که دنبال سراب داره میره. بنابراین در اینجا ابتداعا یه مثلث دیگر رو توجه کنید، در وجود من برای دفاع از اون خود ساختگی که دوست دارم و او رو نمایش میدم، ابتداعا یه زرعی ایجاد میشه به نام غرور عصبی. یک غرور عصبی من دارم و غرور، در غرور عصبی احساس میکنم داناترم و تواناترم، همون کبر، این غرور عصبی در وجود من هست و این غرور عصبی رو هم خودم تصویر دارم از خودم و هم دیگران این تصویر رو در من ایجاد میکنن، یک غرور عصبی. در کنار این غرور عصبی من یک دریافت‌ها و شناخت‌های خلاف واقع هم دارم، یعنی خطاهای شناختی. دائما مردم رو قضاوت میکنم، دائما راجع به دیگران نظر میدم، خطای شناختی دارم. پس از یک طرف غرور عصبی دارم، دانا و توانا هستم، خطاهای شناختی دارم. این دو مسئله باعث میشه که من با دیگران درگیر باشم، من دیگران را اذیت کنم، من دوچار سادیسم بشم و دوچار مازوخیسم بشم، هم خود آزاری هم دیگر آزاری. حالا برای اینی که من رها بشم از این حالت و از خطاهایی که می کنم، نفس برای من یک مکانیسمهایی رو ایجاد می کنه که با این مکانیسمها خودم رو فریب می دم و با این مکانیزم ها من خودم را آروم میکنم. یعنی وقتی تنها میشم، کارو خطا رو کردم ها، اما برای اینکه خودم را آروم کنم با اون مکانیزم ها خودم رو، یا در جمع با اون مکانیزم ها، اینها رو بهش میگن مکانیزم های دفاعی. مثلا مکانیزم خیال بافی و خیال پردازی، با خیال بافی و خیال پردازی خودم را آروم میکنم، اینها رو من توضیح میدم بعدا. یا مکانیزم دفاعی اگر و اما، اگر دایی من نیومده بود من الان موفق شده بودم، اگر مادرم اون نظر رو نداده بود من الان فوق لیسانسم گرفته بودم، اگر این آقا به خواستگاری من نیومده بود من الان در
اوج بهشت زندگی میکردم. اگر شما این حرف رو نمیزدید، اگر باران نمیامد، اگر انقلاب نمیشد، اگر آمریکا نبود، این اگرها همه مکانیسمای دفاعی نفس است. مکانیسم دفاعی فرافکنی، اینا همش برای تصویر نفسه، برای فریب نفسه. فرافکنی یعنی من تمام اشتباهات و خطاها و افعال ناپسند خودم رو به دیگران نسبت بدم، به دیگران نسبت بدم. دیگران بودم که اینطور شد، دیگران کردن، تمام اون افعال رو به دیگران نسبت بدم، اینطوری من آروم میشم. این کار نفسه، این همون نفس اموال است. یا مکانیسم عرض کنم که دفاعی همانند سازی، یعنی من خودم رو همانند دیگران نشون میدم، حرفای دیگران رو میزنم، کارهای دیگران رو انجام میدم، از دیگران تقلید میکنم، اونها رو اتوریته خودم میکنم، برای اینکه بخوام خودم رو باد کنم و خودم رو در اون غرور عصبی قرار بدم و قرار بگیرم و خودم رو چیکار بکنم؟ حفظ بکنم. مکانیسم دفاعی مهرطلبی، بیماری راضی کردن دیگران، که دیگران رو راضی کنم برای اینکه آروم بشم. مکانیسم دفاعی جلب ترحم، یعنی شروع میکنم از دردهای خودم گفتم و خوشحال میشم از اینی که دیگران به خاطر من تأسف بخورن. و مکانیسم دفاعی دلیل تراشی، ما 59 مکانیسم دفاعی داریم که ما تو زندگیمون از صبح تا شب با همسرمون، با فرزندمون، با دوستمون، حتی با خدای خودمون، با خودمون این بلا رو بر سر خودمون میاریم و دچار این تصویر نفس میشیم. در دفتر سوم بیت 40-53 مولانا میگوید نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند، چون فرشته و عقل کیشان یک بودند. همطور که فرشته و عقل هم یک چیزند، ولی با حکمت خدا جدا شدند، بحر حکمتهاش دو صورت شدند. دشمنی داری چنین در سر خیش، توی چنین دشمنی در وجودته، این همه بلا سرت آورده، مانع عقل است و خصم جان و کیش. یک نفس حمله کند چون سوسمار، سوسمار وقتی میخواد حمله کنه از سوراخ‌های مختلف حمله میکنه، پس به سوراخی گریزد در فرار، از این سوراخ به تو حمله میکنه، در یک سوراخ دیگه پنهان میشه. در دل او سوراخ‌ها دارد کنون، در دل او سوراخ‌ها دارد کنون، در دل تو این نفس سوراخ‌های مختلف دارد، از هر سوراخی تو رو میگزد، سر ز هر سوراخ می آورد برون، از هر سوراخ، هر روز از یک سوراخی، از یک حفره این سرشو بیرون. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، چون دیو و شیطان همون نفسه، نام این پنهان گشتنش رو که پنهان میشه در دل شما، و در آن سوراخ رفتن شد خنوس. در اونجا میگه قل اعوذ برب بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی بسیار پنهان، که خنوسش چون خنوس قنفذ است، خنوسش مانند خنوس قنفذ است، یعنی خارپشتی که سر خودش رو میبره تو خار، میاره بیرون، میبره تو خاراش، میاره بیرون، میبره میاره، هی میره هی میاد، هی میره هی میاد، این طور رو ول نمیکنه که تو خونه که نشستی رو تخته، همینطوری این داره هی طور رو تحریک میکنه تا بالاخره به تو نیش بزنه. چون سر قنفذ ورا آمد شده است، یعنی وقتی سر قنفذ میاد و میره، میاد و میره، که خدا آن دیو را خناس خان، کو سر آن خار پشتک را بمان، مینهان گرد از سر آن خار پشت، دم به دم از بیم صیاد درشت. هی مرتب پنهان میشه و میاد تا به خاطر صیاد، اما یک مرتبه تا که فرصت یافت سر آورد برون، زین چنین مکری شود مارش زبون، از این مکر یا مار رو میگیره و نابود میکنه. گر نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی. اگه واقعا نفس از درون تو رو منحرف نکرده بود، چگونه میتونن از بیرون اینطوری بر تو مسلط بشن؟ زان اوان مقتضی، اوان یعنی لشکریان مقتضی در وجود تو هست، که شهوت هست دل اسیر حرص و آز و آفت هست. زان اوان سر شدی دزد و تباه، به خاطر اون لشکریان سرت که میدزدی، از عبادتت میدزدی، از روحت میدزدی، از شادیهات میدزدی، تا
تا عوانان را به قهر توست را در خبر بشنو تو این پند نکو. در خبر، در روایت آمده، در اخبار آمده، از بزرگان آمده، بین این نون اشتباه شده، بین جنبیکم لکم اعدا و عدو، در وجود تو دشمنترین دشمنان تو هست، تو نفس توست. تم تمتراغ این عدو مشن و گریز، سرصدای اینو رها کن، ول کن اون از کنم که تمتراغش رو. کوچ و ابلیس هست در لج و ستیز، بر تو از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. یعنی قیامت رو از یاد تو برد. حالا قیامت نه فقط قیامتی که ما تصویر میکنیم، نهایت این عمل را. چه عجب گر مرگ را آسان کند، اوز سحر خیش صد چندان کند. سحرگاهی کاهی را به صنعت کوه کند. این همون تصویره، یعنی این نفس تو اون کاه را کوه میکنه. باز کوهی را چو کاهی میتند، زشتها را نغز گرداند. زشتها را برای تو زیبا میکنه به فن، نغزها را زشت گرداند به زن. کار سحرین است کو دم میزند، هر نفس قلب حقایق میکند. این نفس تو ساحر است در وجود تو، آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. یک خر رو یهو آیت الله میکنه. این چنین ساحر درون توست و سر، ان فی الوسواس سحرا مستتر. این ساحر در وجود توه، درون وسواسی هم که در وجودت ایجاد میکنه، یک سحری ایجاد کرده. اندران عالم که هستیم سحرها، ساحران هستن جادویی گشا. بله این سحرهای نفس هست، ولی یک ساحرانی هم هستن مثل مولاناها، مثل کسانی که میتونن دستگیری از شما بکنن، اولیای خدا که میتونن این سحرها رو باطل کنن. اندران صحرا که رستین زهر تر، در اون صحنه‌ای که این زهر به وجود میاد، نیز روئیده است تریاق ای پسر. تریاق هم روئیده، تریاق یعنی پادزهر. گویه در تریاق از من جو سپر، تریاق میگه برم سپر خودت بکن، بیا بیا در پناه من، که ز زهرم من به تو نزدیکتر، من از زهر به تو نزدیکترم. یک تریاق در وجود تو هست، تو تریاق رها کردی رفتی به سمت زهر. گفته او سحر است و ویرانی تو، گفته اون نفس تو سحر ویران میکنه تو را. گفته من سحر است و دفع سحر او، اما اون چیزایی که من میگم دفع سر او هست. امیدواریم که همه ما از دست ساحران باطنی و داخلی و خارجی و بیرونی و درونی نجات پیدا کنیم. این بحث نفس ادامه داره، هفته آینده تو بحث زهد و اعراض. از همه عزیزان تشکر میکنم، در خدمتون هستم جناب آقای کاظمی و عزیزان دیگه. اگر مطالبی، نکته سنجی، انتقادی و یا سوالی دارید.